صحبت می‌کنیم با رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح سردار کمالی. سلام بر شما سردار. سلام علیکم. لطف می‌فرمایید جزئیات بیشتری از این خبر رو برای بینندگان عزیز اعلام کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان شبکه خبر. بر اساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام بعضی از امور از جمله اخذ گواهی نامه رانندگی از سوی مشمولان مستلزم تعیین تکلیف سربازی بود. لکن در سال 95 قانونی از سوی مجلس تصویب شد که در قانون بیمه شخص ثالث، که در اونجا اعلام شده بود که صدور گواهی نامه رانندگی نیازمند کارت پایان خدمت یا معافیت نیست، لذا به نیروی انتظامی ابلاغ شد که از تاریخ 1/9/96 مشمولان وظیفه رو بدون تعیین تکلیف سربازی نسبت به اخذ گواهی نامه اونها اقدام کنه. اما مشکلی که در این رابطه وجود داشت، خب گروهی از مشمولان متقاضی دریافت گواهی نامه مشمولان غایب بودند که طبق ماده 58 مکرر خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری اونها بود. لذا تعارضی در خصوص نحوه اجرای این دو تا قانون به وجود اومده بود. در نهایت با مذاکره‌ای که با مجلس صورت گرفت و در تعامل با اونها تصمیم گیری شد که صدور گواهینامه در مورد این افراد هم اجرایی بشه. لذا این موضوع نافی اجرای ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نیست و نیروی انتظامی ضمن اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث که از تاریخ 1 آذر هست، میتونه نسبت به شناسایی و دستگیری مشمولان غایب اقدام بکنه. بسیار خوب. پس سردار، میتونن همه از جمله مشمولان غایب گواهی نامه رو بدون کارت پایان خدمت دریافت بکنن، اما مشمولان غایب بالاخره شناسایی میشن و باید به خدمت نظام وظیفه برن؟ دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از سردار کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح.